پسری که گیره یه آدم روانی میفته و برای فرار از دستش باید دست به هر کاری بزنه. گیلاسیا سلام. امروز می‌خوام یکی از فیلم‌های ترسناک خوب 2021 به اسم The Black Phone یا تلفن سیاه رو ببینیم که نمره 83 راتن تومیتوز هم به خودش اختصاص داده. فیلمش خیلی محتوای خفنی داره و به نظرم هیجانش فوق‌العاده هم بالاست. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم گوئن رو میبینیم که در حال تماشای یه مسابقه بیسبال توی مدرسه است. بازیکن اصلی هم برادرش یعنی فینیه. متاسفانه تیمشون میبازه، اما یکی از بازیکن‌های حریف به اسم بروس به فینی میگه خیلی خوب بازی کردی و قدرت دستت خوبه و بعدم از هم خدافظی میکنن. وقتی بروس داره سمت خونه‌شون میره، یه ماشین ون مشکی طرفش میاد و میریم به چند روز بعد. پدر گوئن و فینی هم میبینیم که خیلی مرد عصبیه و وقتی گوئن چیزی از دستش میفته، کلی دعواش میکنه. وقتی بچه‌ها میرن مدرسه، یه اعلامیه گم شدن روی دیواره. خبر گم شدن بروس همه جا پیچیده و کسی ازش خبر نداره. یه دعوا بین بچه‌های مدرسه است که پسری به اسم رابین یکی از قلدرهای مدرسه رو کتک می‌زنه. فینی و گوئن هم این صحنه رو می‌بینن و فینی میگه دلم خنک شد چون اون قلدر خیلی عوضی و حقش بود. چیز دیگه ای رو هم می‌فهمیم، اینکه بروس اولین بچه‌ای نیست که توی مدرسه گم شده. انگار یه روانی راه افتاده و هر از گاهی یکی از بچه‌های اینجا رو می‌دزده. پلیس هم هنوز کسی رو پیدا نکردن. قربانی قبلی این روانی هم یکی از قلدرهای مدرسه بوده به اسم ونس. کلاساشون شروع میشه و فینی میفهمه گروه قلدرهای مدرسه خیلی دارن نگاش میکنن. انگار دنبال یه بهونه برای دعوان و تو زنگ تفریح هم دنبالش میفتن و مجبور میشه بره توی دستشویی پناه بگیره. اما اونا میان دنبالش. فینی شانس میاره چون رابین همون پسری که اول صبح داشت دعوا میکرد سر میرسه و با ترسوندن قلدرها نجاتش میده. این میشه شروع دوستی فینی و رابین. فینی قول میده توی درس‌ها به رابین کمک کنه و اونم حواسش رو بهش بیشتر باشه. طرف دیگه مدرسه هم گوئن خواهر فینی به اتاق مدیر احضار میشه. دو تا کاراگاه پلیس منتظرن که دارن در مورد گم شدن بروس تحقیق میکنن. به گوئن میگن خواهر بروس گفته یه حرف مهم بهش زدی. گوئن هم یکم دودله اما توضیح میده من یه وقتا کابوس‌های عجیب میبینم. خواب‌هایی که انگار توی واقعیت هم اتفاق میفتن. این دفعه هم بروس رو دیدم که توسط یه مرد با کلی بادکنک مشکی دزدیده شده. پلیسا با تردید میگن ما تو صحنه‌های جرم قبلی هم بادکنک مشکی پیدا کردیم، اما هیچ وقت این خبر رو به رسانه‌ها ندادیم که محرمانه بمونه. تو از کجا اینو فهمیدی؟ گوئن هم دوباره میگه من که گفتم همه اینا رو توی خواب میبینم، اما خب باورش بر پلیس سخته. به هر حال گوئن رو ول میکنن و اونم به برادرش اتفاقاتی که افتاده رو میگه. بعدم میره خونه یکی از دوستاش بمونه و فینی تنهایی سمت خونه راه میفته. با تاریکی هوا پدرشون حسابی مست کرده و بیهوشه. فینی هم تنها سوی کم فیلم ترسناک میبینه و غذا میخوره. همونطوری هم میخوابه و اول صبح با صدای فریاد خواهرش گوئن بیدار میشه. میدوه تو آشپزخونه و پدرش رو در حال کتک زدن گوئن با کمربند میبینه. پدر فریاد میکشه که به پلیسا چی گفتی؟ امروز نره بودن سر کار ازم بازجویی کنن. این وسط گوئن شیشه مشروب پدر رو برمی‌داره و میگه یه بار دیگه منو بزنی میندازمش. پدرم میگه بندازش بیشتر میزنم به تو. گوئن هم این کارو میکنه. حالا دوباره کمربند تو کمرش فرو میاد. گوئن هی میگه به خدا فقط خوابم بر پلیسا تعریف کردم. پدر با عصبانیت بیشتر میگه مامانت من چرت و پرتا میگفت. همین رویاهای مسخره هم کار دستش دادن. انقدر تهدید میکنه تا دخترم میگه حق با توه. قول میدم دیگه از خوابم به کسی نگم. همین لحظه رابینو میبینیم. اون پسر پوست کلفت مدرسه و خفن که توی خیابونی داره راه میره و همون ون مشکی سر راهشه. با تاریکی هوا حالا خبر گم شدن رابین همه جا میپیچه. فینی هم خیلی به هم ریخته چون رابین تنها دوست صمیمیش تو مدرسه بود. خواهرش هم میاد تا دلداریش بده و فینی درخواست میکنه. میگه توی خوابا دنبال رابین بگرد تا بتونیم پیداش کنیم. گوئنم میگه کنترل خوابم دست خودم نیست، اما باشه سعیمو میکنم. دختر مهربونم قبل خواب کلی دعا میکنه تا خواب رابینو ببینه و به محض اینکه صدای پدرو میشنوه سر جاش میخوابه. البته که پدر یه سر میاد به اتاقش و میگه ببخشید دعوات کردم، من واقعا خیلی دوستت دارم. گوئنم میگه منم دوستت دارم. عروض بعدی یه مشکل دیگه هم برای فینی شروع میشه. چون دیگه رابینی صداش دفاع کنه و برای همین قلدرای مدرسه تو هر فرصتی مشتمال میدنش. گوئن هم سعی میکنه کمک برادرش کنه، اما خب اونم مثل فینی کتک میخوره. یکی از کلاسای درس فینی هم وقتی معلم از بچه‌ها میخواد یه نفر رو به عنوان همکار انتخاب کنن، فینی به هم میریزه چون دوست صمیمیش رابین دیگه اینجا نیست. البته یکی از دخترهای کلاس به اسم دانا میاد سمت فینی و باهاش همکاری میکنه.
اینا میفهمیم فینی خیلی روی این دختره کراش داره و ازش خوشش میاد. موقع برگشتن مدرسه هم گوئن کلی فینی رو دست میندازه که با دانا همکاری کرده و حتما الان با آرزوش رسیده. مثل روزهای قبلی هم گوئن میره خونه دوستش بمونه و فینی تنها سمت خونه راه میفته. اما این بار نوبت خودشه. یه ون سیاه وسط راهه و مردی با ماسک پیاده میشه. پلاستیک پر لوازم میندازه و فینی میاد جلو کمکش. مرد میگه من یه شعبده بازم و بیا برای کمکت یه چیزی بهت یاد بدم. نگاه فینی به بادکنک های مشکی توی ماشین میفته. مرد در عقب ون رو باز میکنه و سری بادکنک ها رو برمیداره. همه رو پشت ماشین میگیره به طوری که هیچکی دیگه متوجه این لحظه نشه. فینی که میفهمه جریان چیه با خودکارش به دست مرد ضربه میزنه، اما اون با عصبانیت بیشتر اسپری در میاره و انقدر به پسر میزنه که بیهوشه و میندازتش تو ماشین. وقتی فینی به هوش میاد خودشو توی زیر زمین تاریک میبینه و مرد ناشناس پرتش میکنه روی توشک. فینی ترسیده و مرد میگه دیگه قرار نیست اذیتت کنم، نگران نباش. صدای تلفنی از بیرون اتاق میاد و مرد فینی رو تنها میذاره. فینی شروع به گشتن محل میکنه و اول میفهمه در خروجی با یک کلید قفل شده. یه طرف دیگه هم دستشویی و روی دیوار که تلفن مشکی قرار داره. البته که سیمش قطع و کاربری در اصل نداره. میریم پیش گوئن که خونه دوستشه. پدرش زنگ میزنه و میپرسه میدونی فینی کجاست؟ همین سوال کافیه تا گوئن بفهمه یه اتفاقی افتاده. با نگرانی سمت خونه میده و ساعتی بعد مامورهای پلیس اومدن خونه تا در مورد گم شدن فینی اطلاعات بگیرن. دوباره برمیگردیم پیش فینی. یه دفعه صدای از تلفن مشکی روی دیوار میشنوه و برش میداره. روانی هم همین لحظه سر میرسه و میگه تلاش نکن، اون تلفن خرابه. بعدم میگه اگه بچه خوبی باشی خیلی زود میبرمت خونتون. فقط یه کاری دارم و باید قبلش انجامش بدم. فینی میگه به خدا به هیچ کس نمیگم، حتی پلیسا، فقط بذار برم. روانی میخنده و میگه من اصلا نگران پلیس نیستم. اما خیلی آروم صحبت میکنه و فینی میفهمه قطعا یه نفر دیگه هم تو این خونه هست. سرا همینم هم تهدید میکنه اگه ولم نکنی جیغ میزنم که صدامو بشنوه. روانی هم میگه هر چقدر دوست داری داد بزن، اون صداتو نمیشنوه. البته که از ضمیر هی استفاده میکنه که برای این مرد هاست، یعنی هر کی دیگه تو این خونه است یه مرده. وقتی فینی تنها میشه از ته دلش فریاد میکشه، اما همونطور که روانی گفته بود هیچ اتفاقی نمیفته. عجیبه که دوباره تلفن مشکی زنگ میخوره. این بار فینی با تردید برش میداره ولی بازم صدایی نمیاد. خستگی و ناراحتی همونجا خوابش میبره و بعد مدتی با صدایی بیدار میشه. صدایی که انگار این دفعه از داخل تلفن سیاه میاد. طرف دیگه‌اش رو نگاه میکنه و از وحشت میپره. روانی نشسته روی زمین و بهش نگاه میکنه. فینی میگه میشه برام غذا بیاری؟ اما روانی میگه هنوز زوده. بعد فینی میپرسه چرا آوردیم اینجا؟ و اونم جواب میده چون دوست دارم همینطوری نگات کنم. با رفتنش فینی میخوابه و دوباره با صدای تلفن بیدار میشه. یه بار دیگه تلفن رو برمی‌داره و این بار با وحشت صدای پسری رو میشنوه که اسمش رو صدا میکنه. با وحشت تلفن رو سر جاش میذاره و دوباره اون زنگ میخوره. این بار پسر از اون طرف میگه قطع نکن. وقتی فینی میپرسه اسمت چیه، کسی که اون ور خط میگه هنوز یادم نمیاد، چون آدما وقتی میمیرن اولین چیزی که یادشون میره اسمشونه. اما مطمئنم همون میشناسیم، یادم یه بار بهت گفته بودم که ضربه دستت خوبه. فینی میفهمه این صدای بروسه، همون بازیکن بیسبال. حالا فهمیده این تلفن به شکل عجیبی با دنیای ارواح ارتباط داره و هر کی تو این اتاق جونش رو از دست داده میتونه استفاده کنش. فینی میپرسه تو از تلفن برای من داری استفاده میکنی؟ و بروس میگه برای همه این تلفن یه بار زنگ میخوره، اما هیچ کدوم صدایی نمیشیدیم و تو اولین کسی هست که تونستی با ما صحبت کنی. اون روانی هم یه وقت صداشو میشنوه اما تظاهر میکنه که اشتباه شنیده تا یه موقع نترسه. بعدم میگه روی زمین یه کاشی هست که شورت شده، میتونی اون استفاده کنی، اگه به اندازه کافی راهو باز کنی میتونی ازش در بری. همین لحظه خواهرش گوئن خوابیده و یه کابوس میبینه. تو کابوسش بروس رو کنار مامباباش میبینه و یه اتاق اونجاست که فینی داره محکم به درش میکوبه. از خواب میپره و همون لحظه با دوچرخه شروع به گشتن دنبال خونه‌ای که تو خواب دیده میکنه. فینی هم با یکم گشتن تو اتاق متوجه همون کاشی میشه و با دستاش یکم زمین رو میکنه. وقتی خیلی خسته میشه هرچی خاک ریخته رو توی دستشویی میریزه تا روانی نفهمه و با گذاشتن موکت روی اون میخوابه. صبح با صدای روانی بیدار میشه که برایش صبحونه آورده، اما وقتی میخواد برگرده در رو یادش میره قفل کنه. فینی موقعیت فرار مناسب ببینه، اما قبل رفتنش باز تلفن زنگ میخوره. صدای یکی دیگه از بچهای مدرسه به اسم بیلی میاد. میبینیم که روحش هم کنار فینیه، اما خب اون فقط صداشو میشنوه. بیلی میگه فرار نکن، این نقشه روانیه، منتظره که بری بیرون تا بی بهونه داشته باشه و بهت حمله کنه. من همینطوری جونم رو از دست دادم. فینی اول توجه نداره و از در میره بیرون، اما قبل اینکه وارد در اصلی شه حس میکنه یه چیزی درستیست. میبینیم واقعا اون روانی بیرون منتظره که فینی بیاد اونجا. خلاصه که فینی برمیگرده زیر زمین و صبحونه‌شو میخوره. دوباره تلفن زنگ میخوره و این بار صدای یه آدم جدیده. اسمشو نمیگه اما یه راهنمایی به فینی میکنه.
میگه من موفق شدم یه کابل برق از دیوار بیرون بکشم. بطری اون وسط اتاقه که سمت دیوار نشونه میگیره. فینی هم میفهمه که قسمتی از دیوار ترک خورده و سیم داخلش رو میبینه. میپرسه ازش چه استفاده کردی و بطری سمت دیگه رو نشون میده که یه نرده به بیرون اون اتاقه. گوئن همین لحظه خوابیده و دوباره کابوس میبینه. این بار برادرش داره یه روزنامه پخش میکنه که همون ون سیاه پیداش میشه و میدوزدتش. برمیگردیم پیش فینی و بعد اینکه سیمو محکم به نرده میبنده خودشو بالا میکشه که بتونه در بره، اما یه دفعه نرده میشکنه و دیگه جایی نیست که بتونه سیمو بهش ببنده و فرار کنه. سریع هم اون نرده رو زیر همون جایی که کنده بود قایم میکنه. برمیگردیم پیش گوئن. با نگرانی پیش پدرش میره و میپرسه که چه اتفاقی برای مامان افتاد. پدرش که حالا رفتارش عوض شده و آرومه بهش میگه مامانت صداهای عجیب میشنید و همین کابوس ها رو میدید، آخر هم یه دفعه جون خودشو گرفت، اما مطمئنم برای تو این قضیه فرق داره. گوئن هم میگه من مطمئنم خواب هام نشونه های افینی دارم میدن. پدرش هم که نه خودش میخواد ناامید شه نه میخواد دخترش رو ناامید کنه، اونو سوار ماشین میکنه و توی محل میگردن، بلکه گوئن خونه‌ای که خواب دیده رو پیدا کنه، ولی خب نتیجه این نمیده. مامورهای پرونده هم میبینیم که به خونه یکی از مظنون‌ها به اسم مکس میرن. خونه مکس نزدیک محل گم شدن فینیه، اما خب میفهمن نه تنها این مرد گناهکار نیست، بلکه خودش یه تخته داره که پر از اطلاعات در مورد این پرونده. مکس داره همه سعیش رو میکنه تا این روانی رو گیر بندازه و نکته مهمی هم به پلیسا میگه. میگه همه قربانی ها تو راه مدرسه تا خونهشون روزیده شدن، همشون غیر از رابین که توی تاریکی هوا گرفتنش. پس قطعا خیلی اتفاقی تو مسیر این روانی قرار گرفته و دزدیده شده، یعنی اون روانی به قصد دزدیدن کسی این بار بیرون نیومده و محل این اتفاق نزدیک خونهش بوده. اینم میگه قطعا یه خونه یا گاراژ داره تا بتونه قربانیاشو بدون این کسی ببینه هم ماشین در بیاره. و همه این اطلاعات یه خیابون رو نشون میده که همین نزدیکیه و قطعا اون شخص باید اونجا زندگی کنه. مأمورها توجهی به حرفاش ندارن، مخصوصا که متوجه رد مواد روی میز میشن و میفهمن چیزی مصرف میکنه. فقط ازش این پرسن که چند وقت اینجایی و مکس میگه یه مدت اومدم به شهر و با برادرم زندگی میکنم که اکثرا سر کاره. با رفتن مأمورها دوربین پایین خونه رو نشون میده و میبینیم فینی همینجا زندانی شده. لحظاتی بعد روانی که حالا میتونه مکس باشه در باز میکنه و برای شام میاره. افینی میپرسه اسمت چیه؟ چون من عموما از توی روزنامه اسم بقیه رو یاد میگرفتم، اما برای تو هنو پخش نشده. فینی هم به دروغ یه اسم دیگه میگه و روانی یه روزنامه طرفش میندازه. اسم فینی رو عقب میدونسته و فقط میخواسته امتحانش کنه. بلن به فینی میگه اگه رو راست بودی همین الان آزادت میکردم و از زیر زمین میره. قبلش هم ظرف غذا رو میندازه زمین. این بارم در قفل نمیکنه. فینی دوباره میخواد در بره که تلفن زنگ میخوره. صدای کسی نمیاد، اما فینی یکم مردد میشه چون دفعه قبلی یکی بهش گفت در بیرون نرو. در حالی که سر جاش میمونه بیرون اتاق همون روانی رو میبینیم که کمربندی دستشه و آماده است. انقدر منتظر میمونه که خوابش میگیره و فینی هم همون پایین بعد خوردن غذاهایی که رو زمین ریختن میخوابه. ساعتی بعد با صدای یه قطره آب بیدار میشه و با وحشت به گوشه اتاق زل میزنه، جایی که یه جنازه روی هوا معلقه. یه رفعه جنازه تلفن نشون میده و فینی برش میداره. صدای این قربانی توی گوشش میپیچه که میگه کسی که ما رو میدوزه خیلی استرس میگیره که برادرش جنایتاشو بفهمه. برای همینم نمیتونه دیگه درست بخوابه و هر از گاهی چرت میزنه. واسه همینم خیلی خسته است. فینی با شنیدن صدای قربانی میگه میشناسمت. صدات توی اخبار شنیدم و اسمت گریفینه. گریفین میگه وقتی زنده بودم هیچکی من توجهی نداشت و به محض رفتنم حالا معروف شدم. بعدم میگه اون روانی الان خوابه. روی در اصلی خونم یه قفله که یادم رمزشو فهمیده بودم. فکر کنم روی دیوار نوشتمش. فینی با یه گشت ساده رمزو پیدا میکنه. با آرومی از پله‌ها بالا میره و خودشو به در میرسونه. رمزو وارد میکنه و به محض زدن آخرین عدد یه دفعه میفهمه یه سگ توی این خونه است. سگ سر و صدا میکنه و روانی هم بیدار میشه. فینی با سرعت میدوه بیرون و توی خیابون فریاد میکشه. طرفم با ون مشکی دنبالش و وسط خیابون وامیسته و با پریدن سمت فینی اونو نگهش میداره. حالا جلوی دهنش هم میگیره و تهدیدش میکنه چون چند تا از همسایه‌ها چراغ‌ها رو روشن کردن. انقدر ساکت میمونن تا چراغ همسایه‌ها خاموش شه و روانی با ضربه‌ای به سر فینی اونو بیهوش میکنه و برمیگرده توی زیر زمین. روز بعدی میرسه و گوئن بیدار میشه. با عصبانیت رو به صلیب روی دیوارش میشینه و دست مسیح عصبانیه. میگه چرا دیشب توی خواب بهم نشون ندی داداشم کجاست؟ فینی هم همین لحظه بیدار میشه.
اونم با صدای تلفن. وقتی جواب میده صدای یه قربانی دیگه است که اسمش ونسه، یکی از قلدرهای مدرسه بوده. همینطوری که صحبت میکنن گوئن هم میبینیم که توی ماشینه و داره با مامورهای پلیس به ایستگاهشون میره. گوئن یه دفعه صدای صحبت برادرش با ونس رو میشنوه، اما ماشین پیاده میشه و شماره پلاک خونه رو نگاه میکنه، چشمش رو باز میکنه و این یکی دیگه از رویاهاش بوده و حالا مطمئنه که میتونه برادرش رو پیدا کنه. برمیگردیم پیش فینی. ونس بهش میگه جایی که توش نگهت میداره پشت آشپزخونه است، یه قسمت دیوار رو کندم، اگه همونو ادامه بدی به یخچال میرسی و میتونی با برداشتن دریچه پشتش وارد یخچال شی. فینی میپرسه تو وقتی زنده بودی ازم متنفر بودی، مرسی که الان کمکم میکنی. ونس با عصبانیت داد میزنه از تو خوشم نمیاد، این کمک واسه انتقام از اون کثافته. عصبانیتش باعث میشه همه چی اتاق یهو بلرزن. فینی شروع به کندن دیوار با کمک سنگ توالت میکنه و خودش رو به یخچال میرسونه. دریچه‌ش هم باز میکنه و میره داخلش، اما میفهمه این یخچال صنعتی که پر گوشته از اون طرف کلا قفله و بازم نقشه‌اش شکست میخوره. برمیگره داخل اتاق و دیگه از ناامیدی میزنه زیر گریه. یه دفعه تلفنش زنگ میخوره. این بار که جواب میده صدایی میشنوه که دلش رو گرم میکنه. این صدای دوست صمیمیش رابینه که بارها نجاتش داده بود. رابین میگه تو هر بار کتک میخوردی باز بلند میشدی، تو جنگجویی، نباید شکست بخوری. از پشت تلفن بهش میگه اینطوری که میگم مشت زدن رو یاد بگیر تا بتونی از خودت دفاع کنی. فینی هم کاری که رابین میگه رو انجام میده. در آخرم میگه ما انرژیمون کم و این آخرین تماسه. یه سری دستورالعمل برای فرارم بهش میده و با ناراحتی هم خدافظی میکنن. با پایان تماس فینی دست به کار میشه. اول گوشی تلفن رو پر خاک و سعی میکنه تا بتونه باهاش به این روانی ضربه بزنه. بعدم با سیمی که تو اتاق یه تله درست میکنه. خواهرش گوئن هم میبینیم که توی خیابون با دوچرخه دنبال همون پلاک که تو خواب دید میگرده و هنوز نتیجه نگرفته. یهو رو همه قربانی ها جلوی ظاهر میشن و ترس میفته زمین. با نگاه به طرف دیگه همون پلاک رو میبینه. سری برمیگره خونه و به کارگاه زنگ میزنه. اونام که کم کم به قدرت های دختر باور پیدا کردن سری حاضر میشن و با آدرسی که میگه میرن. یه لحظه میریم پیش مکس، جلوی نقشه که از قربانی ها درست کرده وایساده و یهو متوجه میشه خونه خودشون هم دقیقا توی همین محدود است. فینی رو میبینیم که متوجه حرکت تلفن و سیمش میشه که یعنی یه نفری نزدیکیه. چراغای اتاق روشن میشن و چند لحظه بعد مکس در باز میکنه. حالا مطمئنی مکس بیگناهه، چون از دیدن فینی وحشت زده میشه و از پشت سرش هم برادرش سر میرسه. بدون هیچ رحمی با تبری به سر مکس میکوبه و جونش رو میگیره. فینی وحشت زده است و روانی با براشن تبر میاد سمتش. بیرون خونه هم گوئن رو میبینیم که وایساده و کارگاه ها سر میرسن. میفهمن جایی که گوئن میگفته همون خونه مکسی که قبلا اومده بودن. میبینیم روانی سگش رو صدا میکنه و دم در میبنده تا فینی نتونه در بره. پلیس هم سریع آماده میشن و وقتی کسی از داخل جواب نمیده در رو میشکنن. روانی تبرش رو برمیداره و سمت فینی حمله میکنه، اما اونجا خالی میدوه به طرف تله‌ای که ساخته در میره. روانی هم میاد سمتش و اون با استفاده از سیمی که گذاشته باعث میشه که بیفته تو چاله‌ای که کنده بود، جایی که نرده‌های پنجره هم گذاشته بود و وقتی روانی میفته داخلش پاش میشکنه. حالا فینی میره جلو با گوشی تلفن ضربه‌ای به سرش میزنه، اما قبل در رفتن طرف میگیرتش. میخواد خفش کنه و فینی اتفاقی ماسکشو برمی‌داره. همین کار باعث میشه روانی مثل بچه‌ها جیغ بزنه و بترسه. انگار بزرگترین وحشتش از دیده شدن چهره‌شه. فینی تو همین فرصت سیم گوشی رو دور گردنش میندازه و از اون طرف با نهایت زور میکشه. یهو تلفن زنگ میخوره. این بار روانی هم میشنوه و فینی تلفن رو در همون حال در گوشش میذاره. صدای خنده همه قربانی ها میاد که از ته دلشون فریاد میکشن. با صدای شکستن استخون بالاخره فینی پیروز میشه. یه تیکه گوشت هم از یخچالی که پیدا کرده بود برمیداره و میرسه جلوی سگ و به آرومی از اونجا بیرون میاد. همین لحظه هم مامورهای پلیس رو میبینیم. یکیشون متوجه یه در مخفی میشه و وقتی بازش میکنن بوی بدی به همه میخوره. میفهمن همه قربانهای این عوضی اینجا خاک شدن. اما جالبه که هیچ کدومشون فینی رو نمیبینن. گوهنم بیرون خونه است و برادرش رو میبینه که از خونه روبرویی بیرون میاد. با گریه همو در آغوش میگیرن. مامورا میان بیرون و متوجه میشن این روانی قربانی هاشو توی خونه روبرویی نگه میداشته ولی همشون رو تو خونه خودش خاک میکرده. یعنی اگه فینی خودش به داد خودش نمیرسید محال بود پلیسا به موقع پیداش کنن. کلی مامور برای بررسی به اینجا میان. پدر بچه هم با خوشحالی میاد پیششون و قول میده دیگه باهاشون بد نباشه. سکانس آخر فیلم میبینیم که فینی رفته مدرسه و حالا با اعتماد به نفس بیشتری پیش کراشش دانا میشینه و باهاش صحبت میکنه. اینجاست که فیلم
به پایان میرسه. بلک فون چند تا چیز مهم میخواد بهمون یاد بده. اولیش اینه که چقدر قدرت خانواده مهمه. اگه خواهر این پسر نبود، شاید هیچ کس نمیتونست پیداش بکنه و معلوم نبود چه بلاهایی سرش بیاد. اصلا دلیل اصلی که این اتفاقای آخر فیلم افتاد، با اینکه پلیسا پیداش نکردن و خودش رو نجات داد، این بودش که خواهر تونست این آمار رو بده. خواهر که آمار رو به پلیسا دادش، اومدن سری به این محل. اون روانی فهمید که جونش رو خطره، سری رفت توی خونه روبرویی، برادرش مکس رو پیدا کرد و اصلا دلیل این تنش و اتفاقایی که آخر فیلم افتاد همین قضیه بودش. و خب فقط هم خواهرش گوهن بود که انقدر دنبالش میگشت و بیشتر از همه انگاری نگران بود. چیز دیگه که بهمون یاد میده اینه که چقدر مهمه بتونیم به قدرت خودمون ایمان داشته باشیم. حرفایی که آخر فیلم رابین داشت به شخصیت اصلیمون یا فینی میزد، حرفای اون باعث شد که انقدر به خودش امید پیدا کنه و دوباره بجنگه. اگه این حرفا رو نمیشنید، شاید همون موقع کنار میکشید، وای میستاد تا عاقبتش مثل بقیه قربانی‌های بیچاره بشه. یه نکته مهم هم که توی فیلم هستش اینه که دقت بکنید تمام تماس‌هایی که باهاش گرفته میشه وقتی که توی زیرزمینه، انگاری فینی حرفایی که قبلا تو زندگیش شنیده رو دوباره براش تکرار میشه. انگاری وظیفه که تمام این قربانی‌ها اینه که بهش بگن چه کاری انجام بده، چه امیدی داشته باشه و چه جوری بتونه از این مخمصه بیرون بیاد. حرفایی رو میشنوه که قبلا بارها و بارها توی زندگیش شنیده، چه از همون کسایی که قربانی شدن، چه از جاهای دیگه توی زندگیش، پدرش، خواهرش، مدرسه، همه چیز. انگاری درس‌های زندگی که این پسر گرفته در آخر به نجاتش میان و میتونن اونو از این مخمصه بیرون بکشن. شخصیت روانی فیلمم که توش به اسم گرابر صداش میکنن، یه بک استوری خیلی جالب داره. با اینکه کارگردان میگه ما اصلا نمیخواستیم براش بک استوری بذاریم که زیاد مردم بهش توجه نکنن و توجه به شخصیت اصلیمون جلب بشه، همینطوری هم میتونیم بفهمیم، مخصوصا اون لحظه‌ای که ماسکشو برمی‌دارن. ما با کسی طرفیم که از خودش متنفره، قطعا توی بچگیش توی زندگیش یه پدری داشته یا مادری داشته که خیلی کتکش می‌زدن و همین باعث شده که دنبال همچین موقعیتی باشه. روش کارش رو نگاه بکنید، بقیه رو می‌دزده و منتظرمونه که یه کار بد انجام بدن، یعنی بگه که شما پسر بدی بودید. وقتی این حرفو بهشون بزنه میفته به جونشون، کتکشون میزنه تا جایی که در آخر جونشون رو بگیره. یعنی دنبال یه بهونه است که بتونه این کارو انجام بده. برای همینم است که هیچ بلا رو سر فینی نمیاره، چون توی بازی شرکت نمیکنه. درسته که از خونه یه بار فرار میکنه، کلی کار دیگه هم انجام میده، دروغ میگه، ولی اون لحظه‌ای که این روانی میخواد بازی بکنه نیست، خارج از بازی این کارها رو میکنه. برای همینم انقدری این شخصیت دیوونه است و فقط میخواد همونطوری که خودش میخواد پیش بره، که فقط دنبال اینه که تو بازی چجوری اونو شرکتش بده. و خب از همین میتونیم بفهمیم که قطعا بلاهایی که سر خودش اومده اونو به همچین جایی رسونده، که اصلا چیز منطقی نیست. کسی که این اتفاق براش میفته حقی نداره این کارها رو بکنه، ولی به هر حال به عنوان بک استوریش میتونیم نگاه بکنیم که انگاری مثلا یه پدری داشته که هر بار یه کار بدی انجام میداده، دقیقاً همونطوری که پدر فینی و گوئن قبل از اینکه خوب بشه رفتار میکرد، همین رفتارها رو انجام میداد، هی کتکشون میزده و در آخر اونو به همچین جایی رسونده بوده که فقط دنبال یه بهونه باشه تا این کار رو با پسرهای دیگه انجام بده. به نظر من اینکه همچین پدری برای گوئن و فینی هم در نظر گرفته شده که همچین رفتارهایی رو از اول تا تقریبا نصف فیلم ببینیم، برای همینه که بتونیم یه ارتباطی با این شخصیت روانی بگیریم و بفهمیم که اگر این رفتارها ادامه داشت، شاید فینی هم یه روز تبدیل به همچین آدمی میشد. دیگه اینکه به نظرم فیلمش خیلی خوبه، مخصوصا که سبک فیلم شاید فکر کنید تینیجریه، در حالی که تینیجری نیست. خیلی به نظرم دارک و سایکولوژیکاله و بحثای روانی زیادی توش میشه. فقط سبکش رو تینیجری ساختن که به ما بفهمونن توی همچین فیلمی هم میشه همچین معناهایی رو گنجون. مرسی که گوش دادید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهادتون رو بنویسید، لایک، کامنت، ساب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.